فکر کن توی یه آینده نزدیک پیشرفت علم به جایی میرسه که وقتی پیر میشی و اعضای بدنت از کار میفته، تمام اون خاطرات و هویتت و افکارت رو منتقل میکنن روی یه حافظه دیجیتال، بعد این حافظه رو وارد یه ربات انسان نمای پیشرفته میکنن. فکر میکنی اصلا چنین چیزی امکان داره اتفاق بیفته؟ یعنی با بارگذاری تمام اطلاعات مغز من روی یه سیستم دیگه، آگاهی منم به اون سیستم منتقل میشه؟ یا اینکه آگاهی انسان اصلا یه چیزی فراتر از این جسم مادیشه؟ اصلا چرا ما انسان باید به همچین موضوعاتی فکر کنیم؟ غیر از اینه که یه میل شدیدی به جاودانه بودن داریم؟ توی این ویدیو میخوام یه نگاهی بندازم به اولین نشونه های میل به زندگی جاودانه توی تاریخ انسان، بعدش برم سراغ اینکه الان طول عمر ما نسبت به قدیم چه فرقی کرده و اینکه همین الان چه کارهایی داره انجام میشه برای رسیدن به این آرزوی قدیمی بشر. بعدش هم درباره این صحبت کنم که چطوری ممکنه که آگاهی ما از این بدنی که الان داریم به یه بدن پیشرفته تر با مشکلات کمتر منتقل بشه. پس پیشنهاد میکنم این ویدیو رو تا آخر ببینید. در ضمن اگه به اینجور محتواها علاقه داری، دکمه سابسکرایب پایین ویدیو رو هم بزن و عضو کانالم شو. شاید یکی از قدیمی ترین منابعی که توش از زندگی جاودانه انسان گفته شده حماسه گیلگمش باشه که مربوط به 4000 سال پیش و مال سومریاست. وقتی که دوست صمیمی گیلگمش یعنی انکیدو میمیره، گیلگمش خیلی غصه‌دار میشه و برای پیدا کردن راز زندگی جاودانه عازم یه سفر طولانی میشه. بعد از کلی ماجرا یه گیاه جادویی پیدا میکنه که انسان با خوردن این گیاه عمر جاودانه پیدا میکنه. اما تو راه برگشت یه ماری میاد این گیاه رو میخوره. اینجوری میشه که دست از پا دراستر برمیگرده خونش. غیر از این توی یه قسمت دیگه‌ای از همین حماسه گیلگمش از یه طوفان بزرگ صحبت میشه که خدایان برای نابود کردن نوع بشر میفرستن، ولی یکی از همین خدایان به نام انکی به زیسودلا اطلاع میده. زیسودلا هم یک کشتی بزرگ میسازه و انواع حیوانات و تخم گیاه‌ها رو منتقل میکنه به این کشتی تا از طوفان نجات پیدا کنن. بعد از تموم شدن طوفان، خدایان از زیسودلا قدردانی میکنن و عمرش رو طولانی میکنن. رد زندگی جاودانه رو همه جا میشه دید، از ادیان مختلف گرفته تا اساطیر یونان و ایران و جاهای دیگه. قضیه آب حیات رو که دیگه همتون شنیدید، آبی که هر کس ازش بخوره دیگه هیچ وقت پیر نمیشه و همیشه جوان میمونه. از همه اینا میتونیم نتیجه بگیریم که ما انسان‌ها از زمانهای خیلی خیلی قدیم دنبال عمر طولانی بودیم. اما مثل فرمول جادویی کیمیا که خیلی از انسان‌ها عمرشون و جونشون رو گذاشتن روش تا روش تبدیل فلزهای دیگه به طلا رو پیدا کنن و هیچ وقت هم موفق نشدن، آب حیات هم دقیقا همین جوری بود. هیچ کدوم از آدمایی که دنبالش رفتن نتونستن پیداش کنن. این قضیه تا همین امروز هم ادامه داره، منتها با یه فرق بزرگ. الان انسان ها به جای درخواست عمر جاودانه از خدایان یا جادو جنبل، دارن سعی میکنن که از راه علم وارد بشن. الان مقدار امید به زندگی مردم دنیا 72 ساله. امید به زندگی یعنی آدما میانگین چقدر عمر میکنن، یعنی انتظار میره که چقدر عمر کنن. مقدارش برای زنا بیشتر از مرداست. تو کشورهای پیشرفته و پردرآمد هم مقدارش از کشور فقیر بیشتره. تا 200 سال پیش مقدار امید به زندگی تو خیلی از کشورها 30 سال بود، ولی از سال 1840 به بعد رشد زیادی کرد. الان بیشترین مقدار امید به زندگی مال زنای ژاپنیه که 87 ساله. ولی این حد نهاییش نیست. همینجور که علم داره پیشرفت میکنه، امید به زندگی داره بیشتر و بیشتر میشه. چیزی که باعث شده از 200 سال پیش تا الان عمر آدما اینقدر بیشتر بشه، واضحه که پیشرفت‌های پزشکی بوده، آب و غذای سالم، واکسن‌ها خیلی نقش مهمی داشتن. به نظر دانشمندا بچه‌هایی که الان توی کشورهای پیشرفته دارن به دنیا میان، احتمالاً بیشترشون تا 100 سالگی عمر میکنن و اینکه هر 40 سالی که میگذره عمر ما انسان‌ها تقریباً 10 سال بیشتر میشه. الان آزمایشگاه‌های زیادی توی کل دنیا دارن روی کند کردن یا وارونه کردن روند پیری کار میکنن. غیر از این کارهای دیگه هم داره انجام میشه، مثل دستکاری ژنتیکی، تولید اعضای مصنوعی بدن، استفاده از نانوبات‌ها یا ربات‌های خیلی کوچیک که وارد بدن میشن و کارهایی مثل ساختن استخون
یعنی تعمیر استخونهای فرسوده یا باز کردن رگایی که بسته شده و جلوگیری از سکته انجام میدن یا کلی روشهای دیگه. اما سوال اصلی من اینه، همه این کارا چقدر دیگه قراره به عمر ما اضافه کنه؟ تهش چقدر قراره عمر کنیم؟ 150 سال، 200 سال، 300 سال؟ هنوز خیلی فاصله داره با عمر ابدی. خب از شاید بهتره دنبال راههای دیگه‌ای باشیم. شرکت الکور توی آریزونای آمریکا الان مهمترین شرکت دنیاست که داره جسد آدما رو منجمد میکنه. هدف از این کار اینه که بدن انسان تا یه آینده نامعلومی سالم باقی بمونه، تا اینکه شاید علم در آینده اونقدر بتونه پیشرفت بکنه که اینا رو بتونه از مرگ برشون گردونه. معمولا آدمای پیر پولدار یا اونایی که گرفتار بیماری‌های لاعلاج یا سرطان یا این چیزا هستن برای این کار ثبت نام میکنن. طبق آمار سایت رسمیشون الان 181 نفر آدم منجمد شده دارن، 1338 نفر هم عضو دارن، یعنی آدمایی که قراره بعد از مرگ منجمد بشن. اصلا هم ارزون نیستا. کف هزینهش برای منجمد کردن کل بدن 200,000 دلاره که با دلار 25 تومانی حساب کنیم میشه حدود 5 میلیارد تومان. یه سری هزینه های جانبی هم داره که قیمت هر کدومشون چند هزار دلاره. بی خود نیست که تو 50 سالی که تأسیس شده کلن 1300 نفر عضو داشته. روال کارشون هم اتفاقا اصلا ساده نیست، پیچیدگی های زیادی داره. بلا فاصله بعد از مرگ، قبل از اینکه بدن فاسد بشه، تمام رگا رو از خون خالی میکنن و به جاش با یه مایع ضد یخ پر میکنن. بعدش هم توی کپسولایی که پر از نیتروژن مایع هست توی دمای منفی 196 درجه به صورت سر و ته آویزون میکنن. خلاصه اینکه باید همینجوری یخ زده و آویزون باقی بمونی تا اینکه شاید یه روزی علم اونقدر پیشرفت بکنه که شما رو بتونه از مرگ برگردونه. نظر شما چیه درباره این کار؟ یعنی ممکنه مثلا چه میدونم 100 سال یا 200 سال دیگه این آدمایی که الان یخ زدن بتونن دوباره زنده بشن؟ هیچ کس نمیدونه. خب پس اینم یه نمونه از تلاشای ما انسان‌ها بود برای رسیدن به عمر طولانی. ولی آخرین روشی که میخوام دربارش صحبت کنم یه کمی علمی تخیلیه. فرض کنید وقتی که بدن من فرسوده شد، تمام اون اطلاعاتی که داخل مغز منه کپی برداری بشه و روی یه بدن دیگه بارگذاری بشه. این بدن جدیدم یا دقیقاً یه بدن انسانیه، یعنی از همین گوشت و پوست و استخون ساخته شده ولی کاملاً به صورت آزمایشگاهی پرورش داده شده، یا اینکه کلاً ربات طوره و خیلی از این محدودیت‌های بدن انسانو نداره. اگه در آینده بشه بدنای انسانی ساخت که کاملاً خالی از هویت باشن، میشه هر چند سال یه بار که اون بدن فرسوده میشه با یه بدن جدیدتر عوضش کرد. یعنی اطلاعات مغز رو منتقل کرد روی یه بدن جدیدتر، روی یه مغز جدید. استفاده از بدن رباتی هم مزیتش اینه که دیگه خبری از پیری نیست، خبری از مریضی نیست. هر عضوی هم که فرسوده میشه میشه خیلی راحت با یه عضو جدید جایگزینش کرد. قدرت بدنی هم چند برابر میشه. ولی احساسات انسانی چی میشه؟ به هر حال اگه فرض کنیم که تا 100 سال یا 200 سال دیگه بشه یه بدن انسانی کامل و خوب داشت، اون وقت اگه اطلاعات مغز منو کامل منتقل کنن روی یه مغز دیگه، این هویت منم منتقل میشه روی اون بدن جدید. یعنی دقیقاً همین منم، فقط توی یه بدن دیگه، همین شخصیت، همین احساسات. به نظرم اگه اینطوری باشه که تمام هویت من فقط داخل مغزم باشه، میتونیم جواب مثبت بدیم به این سوال. اما همونطور که قبلا هم گفتم، آگاهی هنوزم یکی از معماهای خیلی خیلی بزرگه. یعنی اینکه چطوری میشه که با جمع شدن میلیاردها میلیارد اتم کنار همدیگه با یه نظم مشخصی اون اتم‌ها یهو نسبت به وجود خودشون آگاه میشن. اتم‌ها میتونن به اتم‌ها فکر کنن. ولی اگه آگاهی ما ارتباطی به مغزمون نداشته باشه و کلاً از یه جای دیگه بیاد، اون وقت میتونیم جواب منفی بدیم به این سوال. یعنی نمیشه فقط با بارگذاری اطلاعات یه مغز روی یه مغز دیگه یا روی یه ربات آگاهی اون انسان هم منتقل بشه روی اون بدن جدید. یه مثال معروفی هم در مورد این قضیه هست. مغز من از 1000 میلیارد نورون یا سلول عصبی ساخته شده که هر کدومشون هم با چند صد تا یا چند صد هزار تا نورون دیگه ارتباط دارن. حالا فرض کنید یکی از این سلولا رو بردارن، به جاش یه قطعه الکترونیکی کوچیک قرار بدن که
دقیقاً همون کار اون نورون رو انجام بده، یعنی دقیقاً اون تعداد بالای ارتباطات هم داشته باشه با سلولای دیگه. حالا کاری نداریم شدنی هست یا نشدنی، یه آزمایش فرضیه. با جایگزین کردن یه سلول احتمالاً هیچ مشکلی پیش نمیاد، یعنی من احتمالاً هیچ تغییری حس نمی‌کنم. حالا فرض کنید بقیه سلولا رو هم دونه دونه بردارن و به جای هر کدوم یه قطعه الکترونیکی بذارن که دقیقاً همون کار سلولا انجام میده. این کارو انقدر ادامه بدن تا اینکه تمام اون 1000 میلیارد سلول مغز من با اون قطعات الکترونیکی جایگزین شده باشه. الان دیگه مغز من به طور کامل از اون قطعات الکترونیکی ساخته شده، یعنی دیگه هیچ خبری از نورونا نیست. اما آیا تغییری توی هویت و شخصیت من به وجود اومده؟ پس شاید بتونیم بگیم که تمام اون افکار و خاطرات و اون هویت ما فقط از سلولای عصبی مغزمون و اون اتصالات خیلی زیاد بینشون میاد. شاید هم این طرز فکر اشتباهه، شاید حرف نیکولا تسلا دانشمند مرموز درسته. تسلا میگه مغز من فقط یک گیرنده است. در جهان هسته‌ای وجود دارد که ما دانش، قدرت و الهام را از آن دریافت میکنیم. من از اسرار این هسته آگاه نیستم، اما میدانم که وجود دارد. پس یه جمع‌بندی بخوام بکنم، ما آدما از دوران خیلی خیلی قدیم دنبال این بودیم که مرگ رو یه جوری دور بزنیم، بیشتر توی این دنیا بمونیم، دنیایی که اتفاقا خیلی هم با ما مهربون نبوده. قبلا که از لحاظ علمی دست و بالمون بسته بود دنبال چیزایی مثل اکسیر حیات و این چیزا میرفتیم، ولی الان داریم زور میزنیم با علم این راهو بریم. تا حدودی هم موفق بودیم چون که توی 200 سال گذشته عمرمون تقریبا 2-3 برابر شده. اما با بیشتر شدن عمر آدم ها سوالای دیگه ای هم پیش میاد، مثل اینکه این همه آدم با عمر طولانی چطوری قرار سیر بشن، شغلشون چی میشه، مسکنشون چی میشه. بعد از نظر فردی بخوایم نگاه کنیم، توی این مثلا 200-300 سالی که یه آدم عمر میکنه میخواد چیکار کنه؟ طرف نوه خود هم میبینه، خسته نمیشه، حوصله‌اش سر نمیره. اگه این ویدیو رو دوست داشتی لایک فراموش نشه، منتظر نظراتتونم هستم، مثل همیشه بدون ترس سوال بپرس و دنبال جواب باش.